سلام تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم سه‌شنبه هفتم سپتامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. جنگیان طالبان آرامگاه احمدشاه مسعود را در پنشیر خراب کردند. پرتوهای حربی در دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه های تاجیکستان. افغانستان را به دست تروریستان نسپارید، ده طلب ژورنالیست تاجیک از رهبران دنیا. پیشوا، حامی و سردار ملت، عنوانهای بالاخوانه‌دار پرزیدنت های آسیای مرکزی. چگونه فرکاجان غفوروف از خوجند بهترین کاردیولوگ ولایت مسکو اعتراف شد. بلوگر تاجیک بعد 19 ماه از بازداشتگاه مسکو آزاد شد. مصادره 12.8 تن گلوس و چکری و محصولات دیگر از مسافران تاجیک و ازبک در سلاتوف، هلاکت دو پیادهگر در دنگرب و خراسان و دزدی خوراک مرغان از شرکت مرغ پروری ممتاز. و اکنون تفصیلات خبرها. تاجدین سروش، خبرنگاری که تحولات پنشیر را برای شبکه ایران انترنشنال پیگیری میکند، روزی 7 سپتامبر در صفحه‌اش در توییتر با نشر یک عکس خبر داد که جنگیان طالبان آرامگاه قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود را در دره پنشیر قسمان خراب کردند. قسمی از روی مزار مسعود در داخل آرامگاهش هدف وندالیزم قرار گرفته است. جنگیان طالبان روز 6 سپتامبر در پی اعلان خبر تصرف ولایت پنشیر با نشر یک ویدیو خبر دادند که در اطراف آرامگاه احمدشاه مسعود پاسبان گذاشتند تا کسی به مزار این فرمانده سابق ائتلاف شمال آسیب نرساند. در ویدیو کوتاه یک نماینده طالبان با زبان پشتو میگوید که مجاهدین حفاظت مزار احمدشاه مسعود را به دوش خود گرفتند تا کسی به آن آسیب نرساند و این مسئله اسباب تبلیغات و پروپاگاندا به ضد طالبان نشود. طالبان روز 6 سپتامبر ادعا کردند که دره پنشیر را پورا به دست درآوردند. ذبیح الله مجاهد، نماینده حرکت طالبان، با نشر این خبر اعلان کرد که آخرین پایگاه دشمنان زرخرید سقوط کرد و با همین جنگ در افغانستان خاتمه یافت. اما احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود که به ضد طالبان جبهه مقاومت ملی را سازمان داده است، روز 6 سپتامبر مردم را به قیام مردمی سراسری علیه طالبان دعوت کرد. روز 7 سپتامبر در شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه های تاجیکستان به پیشواز 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری، گذشت نظامی یا پرتوهای حربی برگزار کرده شد. در این پرتوهای حربی در مجموع 162,000 نفر اشتراک کردند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت تنها در گذشت نظامی در مرکز دوشنبه 30,000 عسکر و افسر و کارمندان مقامات حفظ حقوق اشتراک داشتند. این بزرگترین گذشت نظامی در پایتخت تاجیکستان است، چون که به نوشته خدمات مطبوعات پرزیدنت در پرادهای قبلی از 5 تا 15,000 نفر اشتراک میکرد. در پراد امساله به شرف 30 سالگی استقلال تاجیکستان از توپها 30 مرتبه شلیک کردند. اشتراکچیان پراد را در میدان دوستی پرزیدنت امامعلی رحمان، رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی و وزیر مدافع شیرعلی میرزا استقبال کردند. امامعلی رحمان در سخنرانیش بدون اشاره به کدام کشور از افزایش خطر تروریسم و افرادگرایی در منطقه هشدار داد. او از جمله گفت وقتهای آخر وضع منطقه و جهان وابسته به وسعت پیدا کردن فعالیت حرکت و سازمانهای تروریستی، اکستریمیستی و رادیکالی، نزاعهای دینی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر، سلاح، جنایتهای کیبری و دیگر جنایتهای متشکل فراملی باعث تشویش و نگرانی جدی ساکنان سیاره از جمله مردم ما گردیده است. طبق تحلیل و پیشگویی ها چون این وضعیت در منطقه و کشورهای علاهده دنیا در آینده ادامه پیدا می کند و حتی شدت بیشتر کسب می نماید. در چنین شرایط رهبران قوه های مسلح، مقامات حفظ حقوق و خصوصا قشون های سرحدی را ضرور است که جهت تامین حفظ سرحد دولتی، امنیت جامعه و دولت، حمایه زندگی آرام و اسوده مردم و در سطح بلند نگاه داشتن آماده باشی جنگی جز و تمغا تمام تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. هرچند امامعلی رحمان از کشور نام نگرفت، ولی بسیاری ها این سخنان او را به وضع حربی و سیاسی پیش آمده در افغانستان
که اخیراً از سوی جنگیان حرکت طالبان تصرف شد بستگی می دهند. تاجیکستان از انگوش شمار کشورهای دنیا است که موقعی ضد طالبان را پیش گرفته است. امام علی رحمان قبلاً گفت دوشنبه در افغانستان هر گونه حکومتی را که در آن تاجیکای افغانستان جایگاه شایسته نداشته باشند نخواهد پذیرفت. تاجیکای افغانستان موره اساسی جبهه مقاومت ملی هم که در دره پنشیر تحت رهبری احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود شکل گرفته است. طالبان ادعا کرد که پنشیر را اشغال کرده است و با همین جنگ در افغانستان خاتمه یافت، ولی احمد مسعود همه را به قیام مردمی به ضد طالبان دعوت کرد و گفت مقاومت شکست نخورده است و او به مبارزش ادامه می دهد. سرایوسط رابطه های جمعیتی حکومت ولایت مسکوه مصاحبه اختصاصی را با طبیب توجک فرقجان غفوروف برنده جایزه والی ولایت مسکوه با نام میری آدم براد پریمن نشت کرد. فرقجان غفوروف در این صحبت نقل کرد است که بعد دریافت جایزه بهترین طبیب سال 2020 در زندگی و کارش چی عوض شد؟ فرقجان میگوید پول جایزه خیلی از مشکلات روزگارش را حل کرد، ولی او تصمیم گرفت که یک قسم مبلغ جایزه را برای شعبه کاردیولوژی بیمارستانی که کار میکرد خرج کند. این برایم یک مسئله اصولی و از این رو تصمیمم درست بود، میگوید او. دستپرور دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا مدیر شعبه کاردیولوژی مرکز ولایت بیماری های دل و شریان در بیمارستان مرکزی نویه ایگوروی ولایت مسکوه نامزد علم های طب غفوروف فرقجان صابروویچ 4 دکمبر سال 2020 برنده جایزه میر یادم گردید. مراسم سپریدن این جایزه ها را یکی از مشهورترین مجریان روسیه ایوان اورگان گردانندگی میکرد و طبیبانی را که صاحب جایزه شدند شخصا خود والی ولایت مسکوه اندری ورابیوف استقبال میکرد و تبریک میگفت. فرقجان غفوروف در این مراسم همراه یک زن 72 ساله اشتراک کرد. این زن قصه کرد که ماز با شرافت دست سبک فرقت غفوروف دوباره به پا خسته است. دلشناس جوان از تاجیکستان هنگام سپریدن جایزه همچنان استاد و رهبر علمیش کاردیولوگ شوراتور روسیه لیو بکریا استقبال کرد و از فرقجان غفوروف به عنوان یک طبیب و عالم کاردیولوگ آینده‌دار توصیف کرد. فرقجان غفوروف یگانه نماینده بیمارستان مرکزی یگوروفسک بود که سزاوار این جایزه شد. در این بیمارستان این طبیب تاجیک را برای دانش و ملکه‌اش ستایش میکنند. فرقجان غفوروف زاده شهر خوجند بوده 9 سال پیش همراه اویلش به روسیه کوچید است. سالهای آخر 100 نفر از طبیبان تاجیک ترک تاجیکستان کرده به کشورهای دیگر اساسا به روسیه کوچیدند. بنا به برخی منابع تنها از ولایت سوخت حدود 10,000 کارمند ساحه طب به روسیه کوچ بستند. مقامات روسیه به این کشور کوچیدن متخصصان بلند تخصص به ویژه طبیبان را با ارائه امتیاز زیاد تشویق میکنند، ولی برای کشورهای مثل تاجیکستان ترک کشور کردن هر چنین متخصص تلفات سنگین است، بخصوص به ساحه طبی کشور که به این هم از کمبودی طبیبان ورزیده رنج میکشد. معمولا جای متخصصان حرفه‌ای را افراد کم تجربه و در اکثر وقت نه چندان باسواد پر میکنند که این باعث خیلی پایین رفتن سطح مؤسسه های تندرستی در تاجیکستان شده است. وکیلان پارلمان ازبکستان پیشنهاد کردند که به پرزیدنت شفقت میرزیایف عنوان سردار ملت داده شود. این تشبث از وکیل سنت قدرت الله رفیقوف برخاست که در یک مقاله با توصیف خدمت های میرزیایف نوشت مردم ازبک بخصوص نسل جوان به پرزیدنت اعتماد کامل داشته، کودکان از او حتی با وجد می آیند. رفیقوف در انجام مقالهش پیشنهاد کرد که پرزیدنت میرزیایف را با احترام سردار ملت نام برند. شفقت میرزیایف سال 2016 در پی فوت اسلام کریموف به قدرت رسید و 9 اکتبر سال جاری می خواهد برای باز یک دوره دیگری ریاست به انتخابات برود. تجربه دادن عنوانهای بالاخانه‌دار و پرزیدنت ها در آسیای مرکزی تجربه نو نیست. اولین شده در منطقه عنوان فخری را سفرمراد نیازوف حاکم خودکامه ترکمنستان به دست آورد. به او هنوز سال 1993 عنوان ترکمنباشی داده شد که معنایش پیشوای مردم ترکمن است. قربانگولی بردی محمدوف
که سال 2007 در پی درگذشت نیازو به قدرت رسید، راه او را ادامه داده و سال 2011 مجلس مسلحت اقصی‌قول‌های ترکمنستان به بردی‌محمدوف عنوان ارقدک داد که معنایش حامی، تکیه‌گاه یا پشتیبان است. بردی‌محمدوف را نجات بخش و نور ملت نیز نام میبرند. به نورسلطان نظربایف در قزاقستان هنوز سال 2010 عنوان پیشوای ملت البسی دادند. بعد اون که او سال 2019 از قدرت رفت، عنوان رسمی نظربایف را به شکل پرره حالا چنین تلفظ میکنند. پرزیدنت نخستین البسی زادروز نظربایف گویو اتفاقا با روز پایتخت قزاقستان در یک روز است. نام پایتخت را که پیش استانه بود نیز به شرف نظربایف حالا به نورسلطان عوض کردند. پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان نیز از همتایانش در منطقه عقب نمیموند. او را رسما پیشوای ملت اساسگذار صلح وحدت ملی عنوان دادند. امومالی رحمان این عنوان را سال 2015 همراه با یک سلسله امتیازها از جمله حق پیشبری بدون محدودیت نامزدیش به پرزیدنتی به دست آورد. در مطبوعات رسمی امومالی رحمان را همچون جناب اولی نام میبرند. ماه آگوست سال جاری در نشست سران کشورهای منطقه در آسایشگاه آوازه ترکمنستان به پرزیدنت تاجیکستان نشانه فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی را تقدیم کردند. امومالی رحمان از بین رهبران منطقه اولین نفر است که سزاوار این مکافات تازه‌بنیاد دانسته شد. تنها رئیس جمهورهای به عنوان در منطقه رهبران قرغیزستانند. این جمهوری بعد سقوط شوروی اینک ششم پرزیدنت را تجربه میکند. ظاهرا همین زود عوض شدن ها به پرزیدنت های قرغیزستان فرصت دست یافتن به عنوان های بالاخانه‌داران نمیدید، وگرنه باز چند پیشوای ملت از این سرزمین برمیخیست. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. ژورنالیست تاجیک مقیم امریکا فیروز براتوف در یک اظهارات با عنوان رهبران پرنفوذ دنیا از جمله دبیر کل سازمان ملل انتونیو گوتریش، پرزیدنت امریکا جو بایدن، پرزیدنت اتحاد اروپا اورسولا فون در لین و ملکه بریتانیا الیزابت دو از آن اظهار نگرانی کرده است که جامعه جهانی یک باره مردم افغانستان را به دست طالبان سپریدند و در نتیجه حالا مردم آزادخواه افغانستان در روبروی مبارزه با تروریسم بین المللی در چهره سازمان تروریستی طالبان که چند روز پیش مشکل جهانی بود تنها موندند. بر قیده ژورنالیست تاجیک، اگر این اصولهای حقوق انسان در جهان ارزش دارند، باید مردم افغانستان را تنها نمانند تا از جانب طالبان معاف نشوند. فیروز براتوف از رهبران پرنفوذ دنیا ده خواهش طلب کرده است. یکم، جامعه جهانی از حکومت پاکستان طلب نماید که عاجلاً از کمک به سرپرستی سازمان تروریستی طالبان خودداری کند و از قتل مردم آزادخواه و حمله به پنشیر که یگانه منطقه ضبط نشده از جانب تروریستان است دست کشد. دویم، جامعه جهانی موظف است که از گروه های آزادخواه که در برابر گروه تروریستی و دهشت افکن طالبان که حکومت را غصب کردند در مبارزه هستند پشتیبانی کند. حکومت های غرب با تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند و در برابر هر خشونت آنها از تحریم کار بگیرند و حکومت فراگیر ملی باید تمام ملت های ساکنان افغانستان مخصوصا تاجیکان که بیش از 50% اهالی کشور را تشکیل میدهند شامل شوند. شما همچون کشورهای ابرقدرت جهان که زمام به کدام سمت رفتن دنیا در دست شماست در تشکیل حکومت فراگیر افغانستان مسئولیت دارید. سیوم، در افغانستان حکومت فراگیر که در آن تاجیکان، هزاره ها، ازبک ها و همه اقلیت ها نمایندگی میکنند باید تشکیل شود. با نیروهای مقاومت ملی افغانستان که در دره پنشیر قرار دارند همکاری نماید تا اینکه با دستگیری جامعه بین المللی تواند با تروریسم بین المللی غالب آیند و یک کشور آزاد و حقوق بنیاد سازند. چهارم، کشورهای اتحاد اروپا، امریکا که چون حامی حقوق انسان و ارزش‌های دموکراتی ارزیابی می‌شوند باید در راه مبارزه با طالبان، داعش و غیره عقب نشینی نکنند و با کشورهایی که از تروریسم پشتیبانی می‌کنند
تحمل پذیر نباشند، بخصوص پاکستان که از مؤسسه های همیان دیرین طالبان است و تا حال به آن کمک میکند و وسیله برای پیشبرد سیاستهایش در منطقه استفاده میبرد. پنجم، کارمندان ایلال حمر و صلیب سرخ باید به ساکنان پنجشیر و منطقه های دیگر افغانستان که مردمش در گرسنگی میموند غذا، دارووری و دیگر کمک های بشردوستانه را رساند. ششم، جامعه جهانی باید حکومت غاصب افغانستان را که در دست تروریستان است تحریم نماید. هفتم، همه کشورهایی که با طالبان همکاری میکنند نیز باید تحریم شوند. آنها وظیفه دار شوند که برای پیشگیری اشتراک شهروندانش در جنگ های طالبان چاره های عاجل و قطعی اندیشند. هشتم، اشرف غنی و اطرافیان و یاورانش باید از جانب کشورهای اروپا، کانادا و امریکا تحریم شوند و به جوابگری جنایتی کشیده شوند. نهم، حساب های بانکی آنها را مسدود نموده آنها را در پایگرد بین المللی قرار دهند. مبلغ های مصادره شده مردم افغانستان تنها بعد تشکیل حکومت فراگیر برگردانیده شود. دهم، زبان دری و یا فارسی همان طور که در افغانستان زبان دولتی و معاشرت تمام مردم بود باید همچنان پایبرجا باشد. این هزارات فیروز براتوف را علکی ده ها نفر بازنشر کرده و صد ها نفر زیر آن امضای خود را گذاشتند. بلاگر زاده تاجیکستان کرامت الله جبوروف که برای یک پرانک نوجا در موضوع کرونا ویروس در مسکو به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم شده بود، بعد یک ماه صدور حکمش از حبس آزاد شد. او 19 ماه را در پایتخت روسیه در پشت پنجره به سر برد. ادوکات او رمان شخمانوف به خبرگزاری تاس گفت جبوروف آزاد شد چون که نه دادستانی و نه متروی مسکو که در این پرونده همچون جبر دیده میگذشت از حکم شکایت نکردند. حکم موکل من به اجرا درآمد و او آزاد شد. دادگاه نویای پرس نشار مسکو روز 2 آگوست کرامت الله جبوروف را که 2 فوریه سال 2020 در متروی مسکو در موضوع کرونا ویروس پرانک نوجو کرده بود به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد. دو شریک او شهروند روسیه ملیخوف و ایلیچینکا که به فرق از جبوروف نه در حبس بلکه به شرط بیرون نرفتن از محله زیست در آزادی قرار داشتند به حکم شرطی خلاص خوردند. شخمانوف گفته بود که کرامت الله جبوروف گناه را پورا به گردن گرفت و به نظر داشت مولتی که او در سزا قرار داشت او را می توانند علکی بعد 3 هفته یعنی تا پایان ماه آگوست آزاد کنند. البته اگر دادستانی یا ماموریت متروی مسکو از این حکم شکایت نکند، از طرف خود ما از این حکم شکایت بردنی نیستیم، گفته بود رمان شخمانوف. یادآور می شویم روز 2 فوریه سال 2020 5 جوان از 17 تا 25 ساله، 3 شهروند روسیه، 1 زاده قرغیزستان و 1 زاده تاجیکستان در وگون متروی مسکو که از ایستگاه پلژافسکا به سمت ایستگاه اولیسا 1905 گوده حرکت داشت مردم را به کرونا ویروس ترسانیدند و در بین ازدحام تعلقه انداختند. به ضد پرانکرها اول با قسم اول ماده 213 کودکس جنایتی روسیه اوبوشه پرونده کشودند، ولی سپس اتهام آنها را به قسم دویم ماده 213 یعنی اوبوشه گروهی عوض کردند. اداره روسیل خوزنادزور ولایت ساراتوف و سمار خبر داد که کارمندانش در فرودگاه گاگارین شهر ساراتوف روز 19 مای تا 31 آگوست 1104 اولت کوشش به قلمرو ساراتوف وارد کردن محصولات تحت قرنطین را پیشگیری و از مسافرانی که از تاجیکستان و ازبکستان می اومدند در مجموع بیش از 12.8 تن محصولات را مصادره کردند. این محصولات مصادره شده از جمله گلوس، زردالو، لیمو، پسته، بادام، اراخس، دانه زردالو و چرمغز را در بر می گرفت. روسل خوزنادزور گفت هنوز 16 اپریل سال 2012 این اداره وارد برخی محصولات غذایی از تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان را محدود کرده است و از 5 مارس سال 2019 وارد کردن تنها تا 5 کیلو میوه و سبزیجات و میوه خشک را از ازبکستان اجازه داده است. در خبر گفته می شود که همه 12.8 تن محصولات از مسافران تاجیک و ازبک مصادره شده را در ساراتوف نابود کردند. و حالا یک مرور کوتاه به خبرهای کریمینالی روز.
روز پنجم سپتامبر در دو صدمه نقلیاتی در حدود جماعت عینی نویه خراسان و جماعت کورز نویه دنگره دو پیادهگرد یکی 46 ساله و دومی 21 ساله زیر چرخ تویوتا پرادو و تویوتا کمری به هلاکت رسیدند. جوان 25 ساله و مرد 33 ساله ساکن شهر وحدت و نویه فیض‌آباد به آن گمان بر میشوند که از ماه مارس تا ماه سپتامبر سال 2021 از جای کارشان شرکت مرغ پروری ممتاز واقع در جماعت اسماعیلوف شهر وحدت با مبلغ 250,000 سومانی خوراک مرغان را دزدیدند. ساکن 41 ساله جماعت شوراب اسفرا به آن گمان بر میشود که شب 15 آگوست تخمینا ساعت 22:40 پنهانی به خانه زن 29 ساله ساکن جماعت شریف فشار کنی بادام در آمده از داخل جیوان 10,000 سومانی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده است. تماشابینان عزیز، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdod.com خوش باشید.